سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه به یکی دیگه از داستانهای آموزش زبان فارسی برای زبان فارسی خوش اومدید در اکادمی الیل بی داستانی که برای شما انتخاب کردم اسمش هست داستان گرگ در لباس میش که این هم عکسش هست میتونید ببینید همونطور که میبینید گوزفندی هستش در واقع گرگی هستش که در لباس میش یا گوسفند خودش رو پنهان کرده این داستان ترجمه ای هست از من دکتر محمد حسین حریری است در آگوست در 16 روز آگوست 2021 که این داستان داستان اصلیش متن اصلیش از ایساب یا ازوب هست و این ترجمه اوریجینال هست متنش در وبسایتمون هست که همونطور که میبینید در پایین سمت راست به آدرس lelb.net خب داستان رو برای شما میخونم و توضیح میدم گرگ در لباس میش روزی روزگاری گرگ گرسنه و بدجنسی بود که دور گله گوسفندها ها میچرخید ولی از ترس چوبان گله جرأت نمیکرد به گوزفندها نزدیک شود خب گرگ گرسنه و بدجنسی بود که دور گله یا گروهی از گوزفندها میچرخید تا بتونه یکی از گوزفندها رو بخوره ولی از ترس چوبان چوپان کسی که از گوزفندها نگهداری میکنه کنه جرعت نمی کرد یعنی شجاعت نداشت می ترسید که به گوسفندها نزدیک بشه خب ما واژگان رو هم بعد از هر پاراگراف معنی کردیم گله یعنی گروهی از گوسفندها. چوپان کسی که از گوسفندها نگهداری می کند جرعت نمی کرد می ترسید خب روزی در اطراف گله پوست گوسفندی را دید که رها شده بود یعنی همونجا افتاده بود پوست گوسفندی رو پیدا کرد گرگ بدجنس و گرسنه پوست گوسفند را برداشت و با خود برد هم گرسنه بوده هم به حال هیلگر بوده و بدجنس بوده و پوست گوسفندی که افتاده بود برمیداره و با خودش میبره رها شده بود در گوشه ای افتاده بود گرگ گرسنه با خود گفت حالا دیگه میتونم پوست گوسفند رو بپوشم و مثل بقیه گوسفندها ها وارد گله بشم بدون اینکه چوپان بفهمه که من گرگ هستم یعنی یه نقشه به ذهنش خورد و گفتش که من این پوست گوسفند رو میپوشم مثل گوسفندای دیگه میشم و چوپان هم نمیتونه تشخیص بده نمیتونه بفهمه که من در اصل گرگ هستم صبح روز بعد گرگ لباس گوسفند را پوشید و وارد چراگاه شد خب جاهایی که معلومه واضح هستش و من دیگه توضیح نمیدم چراگاه به زمینی گفته میشه مزرعه یا زمینی گفته میشه دشتی گفته میشه که گوسفندا میرن چرا میکنن یا میچرند یا علف میخورند و گیاه میخورند و از کنار چوپان گذشت خب لباس گوسفند و پوست گوسفند پوشیده بوده از کنار چوپان میگذره و چوپان نمیفهمه که این گرگ است در آن روز بره کوچکی گول گرگ گرگ بدجنس را خورد و با او به گوشه ای رفت که دور از چشم چوپان بود بچه ها بره بر به بب... بچه گوسفند میگن بچه گوسفند میگن بره بر خب بره کوچکی گول گرگ بدجنس را خورد گول یعنی فریب فریب گرگ بدجنس را خورد و با او به گوشه ای رفت که دور از چشم چوپان بود یعنی چوپان نمیدید اونها رو خب چراگاه زمینی که گوسفندها در آن چرا می کنند و غذا می خورند بره بچه گوسفند گول فریب گرگ گرسنه هم در آن روز شکم سیری از غذا درآورد و بره بیچاره را خورد خب پس موفق شد که بتونه یکی از گوسفندها حالا این دفعه بره یا بچه گوسفند رو بخوره تفلکی بیچاره خب بیچاره بره شکم سیری از غذا درآورد یعنی غذای زیادی خورد یک اصطلاح یا ضرب المثل هست اصر همان روز گرگ هیلگر با گله گوزفندها وارد آقل شد گرگ با خود گفت هیلگر یعنی مکار یعنی بدجنس کسی که میخواد گول بزنه با گله گوزفندها وارد آقل شد آقل یک جای کوچکیه که سربسته است و گوسفندا و گاو و گوسفند و اینها چهار پایان رو در اونجا نگهداری میکنند گرگ با خود گفت اونایی که توی کوتیشن مارک نقل قول هست رو ما آمیانه و خودمونی گفتیم امشب هم شام خوشمزه ای میخورم و با شکم سیر میخوابم خب با خودش وعده داد گفت آخ جون امشبم شام خوبی میخورم یعنی یکی از می میخورم و با شکم سیر میخوابم خب آقل جای سربسته برای نگهداری گوزفند ها ولی از شانس بد گرگ آن شب چوپان هم بسیار گرسنه بود خب گرگ بد شانس بود از شانس بدش یعنی در واقع شانس خوبی نداشت و بعد شانس بود و چوپانم بسیار گرسنه بود و تصمیم گرفت آبگوشت با گوشت گوسفند بخورد. خب تصمیم گرفت که بره آقل یه گوسفند رو برداره و با گوشتش آبگوشت بخوره. بنابراین به آقل رفت و گوسفند چاق و چله را برای آبگوشت انتخاب کرد. چاق و چله یعنی خیلی چاق بزرگ. و گوشت زیادی داره گوسفند چاق و چله ای را برای آب گوشت انتخاب کرد یعنی چاقترین و بزرگترین گوسفند آقل خب بچه ها میتونید حدس بزنید که ترین و بزرگترین گوسفند آقل کی بود؟ بله همون گرگه بود که لباس گوزفنده رو پوشیده بود آب گوشت غذایی که از ترکیب آب و گوشت درست می شود و خیلی هم خوشمزه است بهش میگن آب گوشت خب چوپان بزرگترین گوسفند گله که همان گرگ در لباس گوسفند بود را به خانه برد و با گوشت آن آب گوشت خوشمزه ای پخت و نوش جان کرد خب همه چیزش واضح و معلومه بزرگترین گوسفند که همون گرگه بوده ولی چون لباس و پوست گوسفند رو پوشیده بود چوپان فکر کرد که گوسفند بزرگیه و با خود برد خونه و با گوشتش آب گوشت درست کرد پخت درست کرد و نوش جان کرد نوش جان کرد یعنی از غذا لذت برد از غذا لذت برد خب ضرب المثلی که در این داستان استفاده میشه اینی که اصطلاحا میگیم چاه مکن بهره کسی اول خودت دوم کسی چاه یعنی یک چاله یا چاله بزرگ برای کسی نکن چرا؟ چون اگر چاله بکنی اول خودت میافتی تو اون چاله و بعد ممکنه کسی بیفته معنی این ضرب مسئله این است که ما نباید تلاش کنیم تا دیگران را فریب دهیم یا گول بزنیم چون ممکن است خودمان اول فریب بخوریم و آسیب ببینیم یعنی اذیت بشیم خب پرسش و پاسخ که در کلاس های آنلاین ما ازش استفاده می کنیم برای فارسی آموزانمون پرسش یک چرا گرگ می ترسید به گوزفند ها نزدیک شود؟ خب حتما می دونید که ما کلاس در موردش بحث می کنیم ولی الان باز اشاره می کنم چون که گله گوزفند ها چوپانی داشت که مراقبت می کرد از گله پرسش دو چرا گرگ خود را در لباس گوسفند پنهان کرد پنهان کرد یعنی مخفی کرد خب به خاطر اینکه چوپان نفهمه که گرگ هست و فکر کنه که گوسفنده و بتونه وارد گله گوسفندا بشه پرسش سه سرانجام گرگ چه شد؟ سرانجام یعنی عاقبتش آخر عاقبتش خب همونطور که متوجه شدید و فهمیدید چوپان فکر کرد که گرگ گوسفند چاق و چلهیه و اون رو گرفت و با خود برد به خونه از آقل و با گوشتش آب گوشت خوشمزهی درست کرد پرسش چهار چرا چوپان گرگ را برای آبگوشت انتخاب کرد خب بچه های باهوش و زیرک خیلی زود میفهمند که خیلی اون شب چوپان گرسنه بود و تصمیم گرفت بزرگترین گوسفند رو برداره و باهاش آبگوشت درست کنه که بزرگترین گوسفند گرگ بود چون هم یه لباس دیگه هم پوشیده بود غیر از لباس خودش پس چاقترم شده بود خب میرسیم به پایان این درس امیدوارم که این درس براتون جالب بوده باشه و لذت برده باشید ما بیش از دویست و هفته درس فارسی داریم در وبسایتمون همشون طبق بندی شده هستن و شما میتونید به وبسایت ما سر بزنید به آدرس الیل بی که پایین میبینید سمت راست و این هم جزئیات این درس هست آموزش آنلاین زبان فارسی که اگر روش کلیک بکنید این 270 درس رو میبینید آموزش فارسی با داستان اینا کلید واژه ها یا کیوردز هستند آموزش فارسی به کودکان خب این برای کودکان و نوجوانان مناسب هست و همچنین در مورد ترس هست اگر روش کلیک بکنید درس های مشابه رو میبینید و همچنین این ضرب مسئله که چاه مکن بهره کسی اول خودت دوم کسی در مورد چهار پایان گاو گوسفند بوز و غیره داستان های ازوب یا ایسابس فیبلز زربل مسئله های فارسی فریب گرسنه گرگ در لباس میش که خودش یک زربل مسئله شده در فارسی گوسفند و لباس درس های مشابه related lessons زمان گذشته ساده در زبان فارسی که در مورد دستور زبان فارسی است و کلاس مکالمه فارسی درباره تصویری از حسادت که یکی در واقع زبان آموزا و فارسی آموزان ما در مورد این تصویر با مدرس فارسی صحبت میکنه و همچنین زمان آینده در زبان فارسی که با درسی دیگه از دستور زبان هستش خب باز هم امیدوارم که از این درس لذت برده باشید و چیزی یاد بگیریم ها از هم دیگه از این متن و داستانی که به نظر ما آموزنده هستش همه درس های داستان های ازوب آموزنده هستند خب به وبسایت ما سر بزنید در یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و همچنین در اینستاگرام چون ما داستان هامون رو در واقع در یوتیوب اینستاگرام و آپارات قرار میدیم و همش هم در واقع اوریجینال هست و یا اینکه میتونید به اشتراک سایت ما در بیایید تا اکسس رایگان دسترسی رایگان داشته باشید به بیش از 270 درس که هر روز هم اضافه میشند و در واقع ده ها فارسی آموزی که در سایت ما در واقع دارن از سه تا سر دنیا فارسی یاد میگیرن خیلی ممنونم از توجه شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم شب و روزتون خوش